هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه ای از سوغاتی‌های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده‌هایشان باز می‌گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می‌گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می‌دانند. در این مستند به هیچ عنوان قصد نداریم راجع به نحوه اعمال حج چیزی بگوییم، زیرا هم سبب طولانی شدن ویدیو و هم دور شدن از هدف اصلی ما، یعنی بیان ریشه ها و اهداف این مراسم می شود. در ابتدا سراغ مراحل حج و پیشینه تاریخی آن قبل از اسلام در میان تازیان می رویم، از جمله ایستگاه های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت‌ها انجام می دادند و برای آنها قربانی می کردند. آنان افزون بر این که در خانه های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام نوشته دکتر جواد علی، کتاب چهارم کامل فی تاریخ نوشته عزالدین ابن اسیر. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزاعه بدان جهت حج را انجام می دادند و سپس به جایی به نام منا می رفتند. در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب دهم ذیحجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش بر می افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و میگوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است.
از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بوده، عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته ای می دانستند و بتی از آن بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. دکتر جواد علی، تاریخ نگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر عراقی، از بزرگترین محققان عرب شناسی در قرن بیستم در کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد. اهل تاریخ ذکر کرده اند که در مزدلفه آتشی برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند آن را ببینند و عرب بر این سنت ماند و حتی در زمان اسلام هم این رسم برقرار است و قطعا مزدلفه از مکانهای مقدس عهد جاهلیت بوده است که در آنجا بت‌هایی بوده که قزح نام داشته و برخی گفتند قزح رمز شیطان است و ما این را می دانیم که قزح نام یکی از بت‌ها بوده است. و در همون کتاب دکتر جواد علی بیان می کند که بت قزح نامش شبیه یکی از بت‌ها نزد تازی‌ها بوده و بعداً در نزدیکی مزدلفه مورد ستایش واقع می شده است. البته برخی مدعی هستند که قزح نماد شیطان بوده که در نوع خود در برخی آثار ذکر شده است و از قزح نه به عنوان فرشته بلکه شیطان یاد می کنند. به هر حال چه فرشته چه شیطان، وجود و اهمیت قزح در ایستگاه های حج دلیل روشنی است که حج ابتدا به ساکن به جهت طلب باران بوده است. همچنین قزح بتی در مکه نیز بوده است که نشان از اهمیت این بت در میان اعراب پیش از اسلام داشته است. از علی ابن ابی طالب روایت شده است که گفته هیچ وقت نگویید قوس قزح زیرا قزح شیطان است، باید که بگویید قوس الله زیرا قوس سبب امنیت اهل زمین است. در حدیث مذکور علی ابن ابی طالب داستان قوس و قزح را به نوح ربط می دهد که بعد از طوفان نوح رنگین کمان اهل زمین را نجات بخشید. در مجموع جدای از بحث سندی روایات می توان از این دست روایات اثبات کرد که قزح نزد اعراب اصالت داشته و وجود آن در ایستگاه های حج دلیلی بوده بر اینکه حج عملی جهت طلب باران بوده است و نه مراسم عبادی خاص. اما عرفه مرکز عبادت شمس یا خورشید بوده است و داستان خرافی و دروغینی که در این مورد ساخته شده است بدین عنوان که آدم از بهشت رانده شد، در هند سقوط کرد و حوا در منطقه جده عربستان و ماری که با شیطان همکاری کرد در اصفهان سقوط کرد، چنانچه ابن ابی حاتم گفته است. عامیون و خصوصا اهل حدیث اعتراض کنند که این حرفهای شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجع به مکان هبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود، حتی علمای مدعی علم، این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. دکتر جواد علی در جلد 11 صفحه 383 کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد مسلمانان برای انجام حج در ماه ذی‌حجه به سوی خانه خدایشان الله می روند. نام ذی‌حجه رسماً در تقویم ها ثبت شده، اما به راستی تاریخچه این ماه به کجا برمی گردد؟ بسیار جالب است که عبادت تازیان برای بت‌ها با عنوان حج بوده و حج مختص کعبه در مکه نبوده است و هر منطقه برای خود سنگ یا حجر مخصوص به خود و کعبه مخصوص به خود را داشتند. آنچه که ما می‌شناسیم کعبه و حجر الاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند.
در واقع حج عبادتی به سبک تازیان به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است. البته درک این امر برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنا به گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی، حج جنبه ای کلی تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می گفتند. از این رو گفته شده که قبایل درون عربستان پیش از ظهور اسلام به سه مجموعه بزرگ و رقیب تقسیم می شدند که هر کدام دارای خدایان قبیله‌ای ویژه و کعبه قبیله‌ای خاص و آداب و رسوم سنتی و دین مخصوص به خودشان بوده اند و در آداب و رسومشان نقاط مشترک بسیاری با مجموعه ها و قبیله های دیگر داشته اند. در ادامه به این سه مجموعه خواهیم پرداخت. این سه مجموعه عبارت بودند از 1. مجموعه قبایل یمنی در جنوب عربستان، 2. مجموعه قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، 3. مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه‌های ساده‌ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می‌گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می‌شدند. در هر یک از این پرستشگاه‌ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابطه بین زمین و آسمان بود. معروفترین این پرستشگاه‌ها کعبه در شهر مکه بود و حجرالاسود یا سنگ سیاه مقدس در آنجا قرار داشت. به جز آن پرستشگاه‌هایی در شهر قیمان در یمن قرار داشت و حجرالاحمر یا سنگ سرخ سنگ مقدس آن بود و نیز کعبه شهر ابلات در جنوب مکه حجرالبیض یا سنگ سفید سنگ مقدس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه‌ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همه مسلمانان شد. پس حج و کعبه و سنگ‌های مقدس ماهیتشان برای من روشن شد و دریافتیم که اینها نه یکی از آیین‌های ادیان ابراهیمی بوده و نه آسمانی و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت‌پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتا پرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه‌های آنها نداشتند. اگر واقعاً کعبه مکان ابراهیمی بود،
باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می شد، اما این مسئله اصولاً برایشان مهم نبود، بلکه خوشحال بودند که محمد قبله آنان را رها کرده و رو به سمت همان بتکده تازیان نموده است. اما قضیه رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سمت شیطان در ایام حج از اعمال رایج ادیان در خاور میانه بوده، چنانچه در آیین زرتشتی نیز آیین پرتاب سنگ به دیوان که مانند شیطان است وجود دارد و در کتب مختلف زرتشتیان به آن اشاره شده است. مهدی اخوان ثالث در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن هفت ریگ از ریگهای چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهی است کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها هفت عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین‌های خاورمیانه ای بوده را اسلام شناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلام پژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام در صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند و آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان، ازد، اوس، خزرج و خزائه انجام می دادند، چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. رد پای طلب باران در حج در نزد تازیان قبل از اسلام را می توان نشان بر این دانست که بنا به اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن می زیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است.